ترکی هستن میگن که بچه های مقاومت بالای کوه ها هستن، اما ما رفتیم تا یه جایشو، البته تا جایی که توان داشتیم رفتیم و چیزی ندیدیم. این سوالیه که باید جواب داده بشه توسط جبهه مقاومت. ویدیویی که در ابتدا برای شما نشر کردم، شما با چشمای خودتون دیدین که یکی از ژورنالیست های ایرانی که رفته به پنجشیر سر زده و با زبان خودشان اقرار میکنن، میگه که ما تا آخر کوهای پنجشیر و تا آخر دامنهای آخر رفتیم، هیچ اثری از جبهه مقاومت ندیدیم. وقتی که من میگم که جبهه مقاومتی وجود نداره، چند لندغر بیغیرت دزدی به نام حسیب قوای مرکز و فلانی و ریگستانی و بچه هم چطورکایی در کوهای تاجیکستان میرن یک ویدیوگرک از خود میگیرن، بعد از اونجا که تا میشن میرن در کمپل های گرم و در خانه های گرم میشینن، در لانه هایی که جاسوس های تاجیکستانی برای اینا ساختن میشینن و از آنجا یک ویدیویی که در کو در یک مغاره درون میشه و یک ویدیوگرک از خود میگیره که ما جبهه مقاومت هستیم و فعالیت داریم. نخیر دوست عزیز، جبهه مقاومت وجود نداره. جبهه مقاومت در همان زمانی که در 2 روز در 24 ساعت به باد رفت، اونو وقت وجود داشت، اما امروز فقط نامی از جبهه مقاومت است. خود جبهه مقاومت وجود نداره. تمام این صحبت های ما به این معنا نیست که ما از کارهای غیر انسانی که طالبا انجام میده یا ظلم هایی را که در حق دیگران میکنه شما میبینید که من میایم ویدیوهایش را میمانم دفاع بکنم و از هر کار طالب دفاع بکنم، اما ما افغان ها تا چی وقت باید منتظر از این باشیم که این نظام آمد ای بره، اون نظام که آمد او هم بره؟ فقط در تلاش از همی هستیم که چی رقم نظام ها را از بین ببریم. شما در همی 40 سال اخیر فکر کنید که چند نظام در افغانستان از بین رفته. داوود خان خیست علیه بچه کاکایش کودتا کرد، تنه خیست علیه داوود خان و به اینمی رقم همین کسایی که واقعا از طرف روس استخدام شده بودن در افغانستان، اینا یکی دیگه خود کشته رفتن، به دنبال از او طالب آمد و مجاهد آمد و هزار گروه دیگه آمد. بالاخره ما تا چی وقت همین نظام ها را تغییر داده بریم؟ شما میفهمین یک نظامی که تغییر میکنه مثل ازی میمونه که شما یک شخص 50 یا 60 ساله باشین، تمام عمرتان را در آموزش و پرورش سپری کرده باشین، یک دفعه پس بریم به طفولیت برگردین، یعنی از طفولیت باز دوباره شروع بکنین، 50 یا 60 سال دوباره عمر بکنین. مثلا همین امارت اسلامی که امروز آمده، فردا اولادای همین امارت اسلامی که کلان میشن، افکارشون روشن میشن، با پدران خود دیگه گوش نمیگنن که والا پدرم من میگفت که موسیقی حرام است، این حرام است، او حرام است، علیهش استاده میشه، میگه پدر جون او زمانای خودت بود که موسیقی حرام بود، فلان حرام بود. بان نمی طالبا را که حداقل ما شما یک بار دیگه یارا ببینیم واقعا یک تجربه درست از اینا بگیریم. شما میفهمین که یگانه مشکلی که طالبا داره ای است که افکارش بسیار مربوط به چندین هزار سال پیش است، یعنی یک تعدادشون، اما در بینشون هستن طالبایی که واقعا افکار روشن دارن و به مرور زمان روشنتر میخواهیم بسازن. همین جاسوس هایی که من در ویدیو قبلی درباره صحبت کرده بودم. درسته جعفریان زاد، بخیر سلامت و بایزد باشی، چیز کار خدمت طرف افغانستان باشه، بگو ما در خدمت هستیم. زنده باشین، بچه هاتون خوبن، روحیهشون بالا، همه چی برقرار انشالله؟ همگی خوبه، شکر پروردگار. مجاهدین ها میشه صدای تا میشنم، سلام میرسانن برای دیگه مورال روستان خاموش کده و جاسوس های ایرانی. شما میفهمین که زمانی که حکومت خمینی ایران تشکیل گرفت و نظام رضا شاه پهلوی را از بین بردن، اینا کثافت هایی بودن که طالبا سرشون شرف داشتن، عزت داشتن طالبا، اینا کسایی بودن که انسان ها را زنده و گور کردن، قتل عام کردن. اما امروز
همین کسافت های به نام جعفریان و حسن آقامیری میان در امور افغانستان دخالت میکنن که شما اید کنین طالبا اید دوست طالبا مفکوره های منفی دارن ای دارن او دارن در بین ما و شما نفاق میندازه که همین طالبایی که واقعا از یک جای اداره میشن و توسط یک امیر المومنینشون اداره میشن و یک قدرتمند هستن و در مقابل دشمنان افغانستان میتونن جوابهای دندان شکن بتن، میخواین که یارا خراب بکنن و ما شما رو تحریک به این میکنن که علیه طالبا استاد شویم و ایا در بین ما نفوذ بکنن به خاطر اهداف شوم خودشان و متاسفانه یک تعداد افغان هم میه برشان چک میزنن و خوشی نشان میده که ولی این مثلا جعفریان آمده از افغانستان دفاع میکنه یا حسن آقامیری آمده از افغانستان. هو برادر اینی کسافاتی که میان اونجا فقط به خاطر جاسوسی میان. اونمو دو دانه ژورنالیستی که اگر شما توجه کرده باشین که در مویای بدشکل و بدرنگشان که چند یک دو ماه قبل ما شما هم گپ بزنیم تو همون بله زندگی خود از دست بده بر یک میلیون نفر یک موضوع را واضح بسازه. خب شما قد بکنین، ما هم رئیس نخستی گپ همراه همایون افغان در پنجشیر مصاحبه میکردن، دیدین که چه رقم گپ میزد همراه همایون افغان. بیا که در پشت پرده گپ بزنیم، پیش روی پرده گپ نزنیم. او کثافت های جاسوس ها، شما میتونید یک تعداد از افغان ها را خرب سازین، اما افغان هایی که واقعا عقل دارن، شعور دارن، فهم دارن، دانش دارن، یک چیزی را میفهمن، خر شما نمیشن. ما اونمو وقت فهمیدیم که شما جاسوس هستین و آمدین در پنجشیر تا ای که علیه طالبا یک جبهه خائنی به نام مقاومت را که اصلا شکر خدا از بین برد، اصلا رفت، اصلا وجود نداره، تحریک بکنین، مردم افغانستان علیه طالبان تحریک بکنین. و اونمو دو دانه ژورنالیستی که برگشتن رفتن به ایران ویدیوهای را علیه طالبان نشر کردن که بر ضد طالبان بودن. و ما به طالبان از همینجا میگم اینی رقم جاسوسا را که اونجا می آمدن در افغانستان، یادتون باشه که پرس یا همه کسایی که در ژورنالیست هستن و در سوشل میدیا فعالیت دارن یا آزاد هستن که در هر جای میره هر گزارش را که تهیه میکنه، اما این کثافت هایی که شناختین که جاسوس است مخصوص آمده و قوانین پرس زیر پای کرده، بگیرین اونموج اعدامش کنین، بگیرین اونموج سرنگونش کنین به خاطر از اینکه یا کسایی نیستن که واقعا به خاطر از اینکه یک ژورنالیست است. ژورنالیست به کسی میگه که واقعا بی‌طرف باشه. مثلا من میام اینجا بعد طالبان را یک روز میام تعجب میکنین که ولی محمدی تو دیروز خوب چیزهای مثبت طالبان را میگفت، امروز آمده طالبان را بیخی رسوا ساخته، بعدش هم میگه به خاطر از اینکه ژورنالیست باید بی‌طرف باشه. چیزی که اعمال خوبی را که طالبا انجام میدن، مهم طالبا زنده باد، اینی کاری را کردن واقعا قابل ستایش بود، اما اینی کاری را کردن واقعا کاری بود که خیلی احمقانه بود و لعنت به شما. مستقیم برشان میگم طالبا امروز دوستای ما هستن، ولی اگه از یکیشون بترسم، ولی اگه پیش یکی سرم خم باشه، از یکیش پول گرفته باشم که بهم از طالبا صفت بکنم، شما میبینید که در یک برنامه ما طالبا رو میزنم در زمین، در دیگه بالا میبرمش، به خاطر از اینکه وظیفه یک ژورنالیست اینمی است که خوبش خوب بگویه، بعدش بد بگویه و قضاوت بسپاره به کسایی که بیننده هستن. و حداقل ما از طرف خودم واقعا همیشه کار منفی را که طالب انجام میده مهم بیابش میکنم، چیزی را که هر چیزی که از دانو مه برش میگم، اما یک کار مثبتی را که انجام میده مهم ستایشش میکنم، چرا نکنم. و برادر اینمی نظام بیاین که حمایت بکنیم، به اینی کسا اجازه ندیم، جبه مقاومت وجود نداره دیگه، ما تحمل از این نداریم که باز دوباره نظام تغییر شود، نظام تغییر کنه، طالب بره جبه مقاومت، بیا مجاهل کثیف بره، نمیفهم یک حکومت دیگه.